سلام دوشنبه 8 آبان 1402 3 اکتبر 2023 میلادی به دنبال اعلام مرگ آرمیتا گراوند دانش آموز 17 ساله که در مترو به دست یکی از هجاببانان بانان حکومتی کشته شد و حکومت یک ماه خبر رو کش داد و اقسام کارها رو کرد تا اه از اعتراضات مردم جلوگیری بکنه اما این امر باعث نشد که اعتراض گسترده نشه و دیشب در بسیاری محله ها در تهران و پاره شهرها شعارهای شبانه سر داده در مراسم تدفین آرمیتا هم جمعا 62 نفر بازداشت شدند یکی از وحشی ترین بخش های سرکوب یعنی گروه فاتحین رو فرستاده بودند و از قبل هم قطعه 99 رو آماده کرده بودند قطعه ای که مخصوص دفن اجزای بدن هست برای اینکه مراجعی بعدن نباشه هنوز هم نیروهای اونجا مستقرند و وحشت حکومت رو نشون میده از اعتراضاتی که مردم ب... میکنند و توجهی که به این جنایت جدید حکومت کردند در همین مراسم 62 نفر جمعا بازداشت شدند از جمله نسرین ستوده که مورد ضرب و جر هم قرار گرفته و به همراه تعداد دیگری از بانوان به زندان قرچک ورامین منتقل شده همسر نسرین ایسا خندان اعلام کرده که او دست به اعتصاب قضا و دارو زده و بیانیهی هم از طرف او منتشر شده که قلم زیبایی داره و از در بند بودن اهل هنر اهل دانش اهل حقوقدانان و اخشار مختلف در اون نام برده شده نهایتا در این بیانیه نسرین خواستار آزادی توماج صالحی در سالگرد دستگیری او شده هنرمندی که زبان گویای مردم است و یک سال در زندان همچنین نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح سال 2023 هم در زندان اوین برای دومین بار از رفتن به بیمارستان باز موند موضوعی که نرگس به اون احتیاج داره به دلیل مشکلات قلبی و سایر بیماری هایی که داره ولی در مقابل تحمیل هجاب اجباری برای اعزام به بیمارستان مقاومت کرده و بیانیه هم از طرف او منتشر شده که در انتهای اون آورده که مسئولیت جان او به عهده حکومت زن ستیز به این ترتیب دیده میشه که مقاومت زنان شجاع ایرانی در ها چگونه ادامه داره و این سمبل ها و نمادهای آزادی خواهی و شجاعت ملی چگونه پرچم مبارزه را در زندان ها هم برافراشته نگه می‌دارند در بیرون از زندان هم بعد از جواب دندان شکن زنان سینماگر به محرومیت آنها از کار موجی در جامعه هنری برخواسته و دو تشکل مهم سینماگران یعنی کانون کارگردانان و شورای عادی تهیه کنندگان هم در بیانیه مشترکی به دفاع زنان سینماگر برخواستند. بسیاری نشریات و سایت های داخل ایران هم این اقدام وزارت ارشاد رو خلاف قانون دانستند و از اون انتقاد کردند قبلا گفتیم که خود این زنان شجاع و فرهیخته کشور هم هر کدام به زبانی پاسخ دندان شکن به وزیر ارشاد دادند و نشان دادند که از این محرومیت از کار و سایر تهدیدهایی که حکومت میکنه نمیترسند از سوی دیگه شورای نگهبان قانون اساسی لایحه افاف و حجاب رو که مجلس تصویب کرده بود رو رد کرده به دلیل ایرادات مختلف حقوقی که در اون هست و جالب آقای محسنی جهی رئیس فاسد قوه قضایی که باید حامی قانون باشه امروز به فراجا و به دادستان ها گفته که منتظر قانون نمانید و با همون قوانین قبلی با مسئله هجاب برخورد کنید منظورش قانون تعذیراته و در واقع به زبان بیزبانی میگه که هر جوری میخواید خلاصه برید و برخورد کنید و سعی کنید که جلوی پدیده مبارزه زنان بیستید قبلا گفتیم خانم رهنورد هم در حصر بیانیه رو داده و به مناسبت مرگ آرمیتا و در اون از حکومت به حکومت اختار کرده که از این جنگ و نبرد تن به تن با زنان ایرانی دست برداره مشاهدات درون جامعه نشون میده که دختران و زنان شجاع ایرانی در سطح کشور در محلات گوناگون فقیرنشین، نشین متوسط هر کجایی در رده های سنی مختلف جوان میان سال پیر در مقابل تحمیل هجاب اجباری ایستادن و عملا فشارها و تهدیدهای حکومت نه فقط کارگر نبوده بلکه برعکس بر نافرمانی مدنی گسترده زنان و مقاومت اونها افزوده بر حال کمپین نعب هجاب و ایستادگی و نافرمانی مدنی در مقابل حکومت که هجاب براش در واقع یک نوع تولید قدرت و نماد قدرتمندی خودش میدونسته یکی از فصول درخشان مقاومت مدنی ملت ایرانه که در پیکان تیز اون زنان شجاع ایرانی قرار دارند به خصوص زنانی که در عرصه های مختلف شناخته شده هستند و یا هنر یا نویسندگی یا مترجمی یا فعال سیاسی مدنی و غیره زندانی بیرون از زندان و غیره که عملا نشون میده که چگونه با تکیه به اصل عدد و گستردگی یک آکسیون مثل این نافرمانی مدنی عملا حکومت رو مستصل می کند حکومتی که تا کنون شاید صدها و بلکه هزاران مغازه و رستوران و کلوپ و غیره و غیره رو پولوم و تعطیل کرده به هوای اینکه به هوای اینکه به این روش مردم رو به جان مردم بیاندازه متدی که در اون موفق نبود اما جنگ غزه وارد مرحله جدیدی شده آقای نتانیاهو پیشنهاد آتش بس رو رد کرد و گفت اکنون زمان جنگ و حماس باید دو تاکید کرد که دولت حماس باید ساقط بشه نیروهای اسرائیلی که وارد غزه شدند از چهار طرف به شهر غزه در شمال باریکه غزه دارن نزدیک میشن و با عملیاتی که کردند عملا مشغول پاکسازی و بعدم تخریب تونل هایی هستند که به گفته آقای باغری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بیش از 400 کیلومتر تونل فقط در منطقه شمال غزه طی این سالیان هماس ساخته این عملیات که از سوی دیگه با حرکتی که امریکا برای دومین بار انجام داد یعنی حمله به یک مرکز سلاح انبار اسلحه سپاه در دیرالزور و زور و در پاسخ به راکت پرانین که یکی از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی کرده بود که البته امریکایی ها روی هوا اون رو زده بودند عملا فضایی رو درست کرده که جمهوری اسلامی جرأت نمیکنه تهدیدهایی رو که کرده بود عملی کنه آقای امیر عبداللهیان در مصاحبه با سیانان گفته اصلا ما نیروی نیابتی نداریم در هیچ جنگ نیابتی نبودیم آقای محسن رضایی در مصاحبه با الجزیره وقتی پنج بار خبرنگار به زبانهای مختلف از او میپرسه ادامه جنگ آیا شما وارد جنگ میشین یا حزب الله وارد میشه عملا تفره میره و پاسخ نمیده برای اینکه قرار نیست هم وارد بشن و فضایی هم نه فقط در دنیای در بین فلسطینی ها بلکه در کل دنیای عرب و اسلامی ایجاد شده که جمهوری اسلامی رو سرزنش میکنن دست میاندازند و به مسخره گرفتند که این همه وعده و هارد و پارت و تهدیدهایی که میکرد اسرائیل و آمریکا رو چه شد و چرا این گونه جا زده و در واقع کاری نمیکنه موضوعی که البته در داخل خود ایران هم غیر از اینکه مردم به شدت دست حکومت عصبانی و ناراحتن برای جنگ جنایتکارانه ای که خامنه ای و اعوان و انصارش به راه انداختند و خون اسرائیلی و فلسطینی هزاران نفر روی دستان خامنه ای هست اما در درون حکومت هم و حتی در بین نیروهای مسلح در بین سپاه ارتش و غیره هم زمزمه های نارضایتی و سرزنش حکومت بلند بر حال تصمیمات غلط جنایتکارانه جنگ غیرانسانی های غیر انسانی و تنی چند همراه او نه فقط در دنیا موجی از نفرت علیه او به راه انداخته بلکه در داخل ایران و حتی در داخل حکومت هم با مخالفت مواجه شد اما با وضعیت آشفته ستاد اجرایی فرمان امام و سو استفاده های مادی که گزارش میشد در اون به عمل اومده پرویز فتا از بنیاد مستضعفان به ریاست ستاد اجرایی رفت و حسین دهان وزیر دفاع اسبق به ریاست بنیاد مستضعفان رفت این دو سازمان در واقع دو قلک اصلی پولی خامنه هستند که پول برای مصارف مختلف و از جمله آدمکشی و سرکوب رو عمدتا از این دو نهاد کسب میکنه اما آقای علی باغری کنی معاون وزارت خارجه فرمودند که اگر همه مردم غزه هم کشته شوند باز هم اسرائیل شکست خود. با امید پیروزی ایران و ایرانی